أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله في الارضین و لعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك توعا و تمتعه فيها طويلا تسلیه می میکنیم ایام شهادت نهمین امام همام ابا جعفر امام جواد علیه السلام رو خدمت همه شما برادران خواهران عزیزانمون در این مسجد و در این منطقه بینندگان عزیز و همه علاقمندان به مکتب اهل بیت علیهم السلام ان الله در کازمین از نزدیک عرض ارادت کنیم و متوسل بشیم به امام جواد که میدونید امام جواد خیلی در برآوردن حاجات دنیایی مؤثر نه که گیر و گوری تو کارشون دارن این امام رو صدا بزنن متوسل بشن تجربه نشان داده روایات ما اینو تایید میکنه که این امام بزرگوار امامی است که خیلی ها تو گرفتاری ها متوسل شدن حتی من خودم بارها تو کازمه این بارها دیدم که اهل سنت میان تو حرم امام جواد بیمار میارن متوسل میشن و در واقع از اون امام بزرگ مدد میخوان خب من دو سه تا نکته امشب خدمت شما عرض کنم حالا هم اعتقادی باشه هم اخلاقی باشه آقایان عزیز میدونید امام رضا تنها فرزندش امام جواد اونی که تحقیق نشان میده البته بعضی ها اولاد دیگه هم براش گفتن ولی مشهور اینه ایشون وقتی ازدواج کرد با خانومی از اهل مصر خانم ایشون اصالتاً مصریه مال افریقاست به نام خیزران که بعدن امام رضا ریحانه هم بهش گفت لذا ریحانه هم به ایشون میگن ازدواج کرد خب اولاددار نمیشد تا حدود 48 سال امام و پنج سال عمرشه تا 48 سالگی خدا به ایشون فرزند نداد به همین جهتم، هم خیلی تو امامت ایشون شک کردن خیلی نسبت به این که ایشون امام تردید کردن حتی یه فرقه ای درست شد به نام واقفیه یعنی هفت امامی کسایی که گفتن امام کازم آخرین امامه البته واقفیه ها الان دیگه نیستن از بین رفتن ولی تا قرن چهارم بودن ما خب فرقه های زیادی تو اسلام داشتیم بعضی هاشون هستن مثلا اسماعیلیا الان هستن اسماعیلیا شش امامی هن. الان هم هستن زیدیا الان هستن زیدیا سه تا امام قبول دارند. یعنی بعد از امام حسین زید و امام بدونند که در یمن و جاهای دیگه هستند. اما واقفی از بین رفت زمان امام رضا تشکیل شد بعد از 48 سال خدا این آقازاده رو به ایشون داد خیلی آقا خوشحال شد شیعیان خوشحال شدن این آقازاده به دنیا آمد و حدود چهار سال تو مدینه کنار پدرش امام رضا بود تا اینکه از ایران معمون معمور فرستاد امام رضا رو بیارن ایران امام رضا نه خانومش رو با خودش آورد نه بچهش تنها آمد سه سال ایران بود البته اون جایی که امام رضا بود الان جزو ایران نیست جزو ترکمنستانه اون موقع جزو خراسان بود خراسان خیلی بزرگ بوده خیلی از این کشورهای منطقه جزو خراسان بوده خراسان یه استان عظیمی بوده که الان شاید خیلی کمش مانده اون موقع شهر مرو جزو خراسان بود معمونم اونجا خلیفه بود امام رو آوردن که الان جزو کشور ترکمنستان خب امام سه سال ایران بود و شهید شد تو تمام این سه سال از امام جواد دور بود وقتی خبر شهادت امام رضا به مدینه رسید گفتم چند تا مطلب میخوام براتون بگم مطلب اول اینه اولین چالش و اولین در واقع مشکل تو شیعه ایجاد شد مشکلی که تا حالا نبوده مشکل چیه؟ مشکل این است که یه آقازاده یه هفت ساله ای میخواد امام بشه ما هشتا تا امام داشتیم کدوم بچه نبودن امیر امام حسن امام همشون بزرگ بودن حالا امام رضا در ایران شهید شده دفن شده امام جواد تو مدینه هفت ساله لذا درگیری بین شیعه ها شروع شد حتی آدمای بنام به نام همینطور مردم اشک میریختن تو خونه امام رضا تو مدینه یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب امام رضا فریاد زد گفت دعو البکا گریه رو بذارید کنار یه فکری به حال امام بکنید این آقازاده که نمیتونه امام باشه هفت سالشه یه کسی براش تعیین کنید جانشینش قائم مقامش بزرگ شه به بلوغ برسه ریان ابن سلت اینا میگن بسیرت بسیرت اینه یقش رو گرفت یقش رو گرفت و زد تو صورتش دعوا شد گفت خجالت بکش مگه امام کوچیک و بزرگ داره پسر امام رضاز حجت خداست امام چه حرفی تو میزنی این درگیری ها توی مدینه شروع شد حالا کی باید به این درگیری ها جواب بده خود امام جواد همان روز رفت منبر و این خطبه رو خوند بسم الله الرحمن الرحیم این خطبه امام جواد علیه السلام جا ال المنبر مردمی که در تردیدن در شکن یه آقازاده هفت ساله میتونه امام باشه میتونه جای باباشو بگیره میتونه مسائل رو جواب بده آقایان خواهران ما در نبوت و امامت کوچیک و بزرگ نمیشناسیم حضرت عیسی تو جهواره میگفت من پیغمبرم حرف میزد گفت انی عبدالله آتانی کتاب و جعلنی نبی یا قرآن میفرماید حضرت یحیی تو کودکی پیغمبر بود و آتیناه الحکمه صبی یا صبی یعنی بچه امام جواد آمد منبر این خطبه رو خون بسم الله الرحمن الرحیم انا محمد ابن علی الرضا انا الجواد من نامم محمد پدرم علی است صفتم جواد انا العالم به انصاب الناس فی الاسلاب اونایی که میگید من امام نیستم همتون که اینجا تو مسجد نشستید من میتونم زندگی نامه تمامتون رو بگم گذشتتون و و کی تو پشت شماست بعدا خدا چه اولادی به شما میده کی از دنیا میرید ببینید امام سه تا ویژگی داره که ایش رو جدا میکنه با بقیه پیغمبرم داره یکی اسمت امام معصومه گناه نمیکنه دو علم غیبه به اذن خدا خبر داره سه معجزه و کرامته که بهش میگیم ولایت تکوینی یعنی درخت خشکی رو میتونه سبز کنه میتواند مثل حضرت موسی دریا با یه عصا بشکافه مگه این کارو نمیکرد موسی حضرت عیسی مرده زنده میکرد همش هم به اذن خدا امام با سه چیز جدا میشه اسمت علم غیب ولایت تکوینی خودشو نشون داد امام جواد بعد فرمود انا اعلم به سرائرکم من از باطنای همه شما خبر دارم میخوای بگم شما تو چه فکری هستی شما چه فکری هست یه آدم عادی که نمیتونه اینطور باشه و به زواهر و ما انتم سائرون علیه و با این روش جواب داد و شروع کرد به مباحثه و مذاکره و گفتگوهای علمی آقا جلساتی تشکیل میشد توی مدینه بغداد امام جواد کودک و امامت خودش رو جا انداخت ما سه تا اماممون کودک بودن ما سه تا اماممون کودک بودن امام جواد هفت سال امام هادی هشت سال امام زمان پنج سال خود امام رضا فرمود فرمود ما صغیر و کبیر نداریم کوچک و بزرگ نداریم امام و حجت خدا همواره امامه ولذا این اولین نکته ای بود که من میخواستم راجع به امام جواد به شما بگم امامت در دوران ایشون با یه چالشی مواجه شد همونطور که اشاره کردم سه تا جریان جلو ایشون استادن خیلی سخت بود یکی واقفیه که متاسفانه تفکر واقفیه رو بعضی از برادرای امام رضا ترویج میکردن بعضی از برادرای امام رضا اهل خانه امام کازم چون میدونید امام جواد پرعمو بوده ایشون نزدیک 17 18 تا عمو داره بعضی از اینا مسن بودن امام جواد هفت ساله به امامت رسید در حالی که حضرت علی ابن جعفر که در قم حرم داره و دفنه حالا جاهای دیگه هم حرم بهش منصوبه این پیرمرد هشتاد ساله ایه که پسر امام صادق و هنوز زنده است شما کنید تو نسل امام صادق یه پیرمرد عالم فقیه مفسر محاسن سفیدی وجود داره اما یه آقازاده هفت ساله شده امام وقتی این از درک وارد می شد علی ابن جعفر جلو پاش بلند می خم می بهش می زشته تو عموی بابای اینی نه عموی خودش عموی پدرشی عموی امام رضایی وقتی اینطور احترام میکنی میگه ببینید وقتی من پیرمرد و با این علم و با این جایگاه خدا لایق امامت ندونسته اما ایشون رو دونسته یه حکمتی داره و الهی امام رضا 18 تا برادر داشت چرا ایشون باید امام باشه ایشون مواجه بود با واقفی ها با اسماعیلی ها، با زیدیا، ها این جریان قوی بودن در زمان امام جواد زیدیا که اصلا از امام حسین به بعد دیگه کسی رو قبول نداشتن امام سجاد امام باقر اصلا قبول ندارن زیدی ها معتقدن بعد از امام حسین چون اینا امام کسی رو میدونن که انقلابی باشه قیام کنه جهاد کنه شمشیر دست بگیره لذا البته الان تفکر زیدیه مخصوصا تو یمن با این کتاب انسان پنجاه ساله مقام معظم رهبری که اونجا رفته خیلی اینا عوض شدن زیدی های الان یمن خیلی متفاوتن با اون زمان حسابی اینا تغییر کردن ولی خب زمان امام جواد اینها بودن اسماعیلیان بودن واقفیام بودن با این حال و اگر شما شنیدید امام رضا وقتی بچهش به دنیا اومد فرمود تا حالا مولودی با برکت از این بچه به دنیا نیامده برای شیعه های ما معروم مجلسی چند تا معنا کرده برای این حدیث هاز المولود الذی لم یولد مولودی برا من به دنیا آمده که تا حالا مولودی با برکت تر از اون به دنیا نیامده چرا این حرف راجب امیر المومنین نیست راجب امام حسین نیست چرا راجب امام جواد این حرف زده شده چون امام جواد اولین نسخه امامت مورد اعتقاد شیعه است یعنی کودکی به امامت امام جواد وقتی اومد امامت پدرش هم تثبیت شد امام جواد وقتی آمد حلقه شیعه کامل شد یعنی امام حادی بعد راه باز شد یه امام هادی هم که کودک بود و امام زمان کسی اعتراض نکرد این برکت امام جواد این نکته اولی که من میخواستم راجع به این امام بزرگوار امشب برای شما عرض کنم نکته دوم این نکته ای که گفتم اعتقادی بود اما نکته دوم سعی میکنم اخلاقی باشه آقایان عزیز خواهران گرام ائمه ما یه سری سخنانی دارن ما به اینا میگیم حدیث سخنانشونه قال الصادق قال الباقر مثل خطبه های نهج البلاغه یک سری مکتوباتی دارن یعنی چی؟ یعنی امام قلم دست گرفته یه نامه نوشته به کسی مثل امیر المومنین که به مالک اشتر نامه نوشت ما به اینا میگیم مکاتیب مکاتبات فارسیش میگیم نامه های ائمه متاسفانه کم هم رو این کار شده رو نامه های ائمه خدا رحمت کنه مرحوم فیض کاشانی رزوان الله تعالی علیه که کاشان دفنه فیض کاشانی کتابی نوشته دیویست و شونزده تا از نامه های ائمه رو جمع آوری کرد اسمش هم گذاشته معادن الحکمه فی مکاتیب الائمه دیویست و شونزه تا نامه خب گوش کنید چی میخوام بگم این میخوام یه نتیجه ای بگیرم بعد از ایشون خدا رحمت کنه یکی از علمای قوم آیت الله احمدی میانجی که خیلی به امام ارادت داشت خیلی به انقلاب ارادت داشت خیلی به آقا رهبری ارادت داشت محبت داشت بسیار مرد سالمی بود بی بود آیت الله احمدی میانجی اونایی که تو قوم ایشون رو میشناختن یه مسجد کچی که تو بازار قوم داشت اما جمعیتی جمع میشد من بارها دیده بودم آیت الله مشکینی میمد پا سخنرانیش پای احیاش ایشون یه کار قشنگی کرد خودش گفت گفت من پنجاه سال عمرم رو, رو این کار گذاشتم خیلیه پنجاه سال عمرم رو گذاشتم روی این کار و ایشون هفت جلد نامه های اعمه رو جمع وری کرد اسم کتابش هم از مکاتیب الاعمه هفت جلد یعنی خیلی کارش از کار فیض کاشانی گستردهتره. پس چی شد عرض من؟ اعمه ما یه سری سخنانی دارن یه سری نامه های. نام به یه جهت از سخن مهمتره چرا چون نامه رو شما خودت نوشتی میشه کم و زیادش کرد ولی بنده الان یه حرفی میزنم شما میخوای بری از قول من نقل کنی ممکن یه چیزی یادت بره یه چیزی اضافه کنی ولی نامه میگم نگاه کن آقای، متن نامه است حالا با این مقدمه من اجازه میخوام از شما چار پنج تا از نامه های امام جواد رو امشب برای شما بخونم این بحث دوم ما گفتم من سه تا مطلب برای شما میگم اولو که عرض کردم دوم چند تا از این نامه های امام جواد که حالا تعدادش هم کم نیست ولی من <تصفح> همش رو نمیرسم برای شما عرض کنم این نامه ها رو میخونم چون هر کدومش یه پیامی برای شما داره خوب انایت بفرمایید یکی از این نامه ها است به نام علی ابن محزیار علی ابن محزیار قبرش در احوازه از اصحاب امام جواده میدونید امام جواد یکی از اصحابش حضرت عبدالعظیم است. ایشون عاشق امام جواد بود خیلی خدمت امام جواد میرسید یکی از اصحاب ایشون که وقتی قوم تشریف آوردید برید سر قبرش و این آدم آدمی است که امام رضا فرمود مثل پدرم موسی بن جعفر تو بغداده فرمود این مورد اعتماد ما اهل بیت هست و خدا به او خیر دنیا و آخرت بده یکی از شاگردانشون زکری ابن آدمه در قم دفنه نزدیک حرم حضرت معصومه یه قبرستان یه شیخان اونجا دفنه این از شاگردای امام جواد یکی از این شاگردا علی ابن مهزیاره علی ابن مهزیار اهل احوازه. احواز احواز دوچار زلزله میشد زلزله های شدید پشت سر هم وحشت مردم رو گرفته بود گفتن اصلا این شهر رو ترک میکنیم دیگه شب بیرون میخوابیدن پس لرزه پس لرزه پس لرزه حالا اینم چون ضبط میشه و پخش میشه شهرهایی که گرفتار زلزله هستن اینو توصیه امام جواد رو انایت کنن میگه به امام جواد نامه نوشتم شكوت الیه کسرت از زلازل فی الاحواز گفتم آقا ما از این زلزلات و احواز خسته شدیم نمیتونیم شب تو خونه بخوابیم حتما هم موقع خونه مثل حالا نبوده دیگه خونه خشت و گل بوده زود رو سر مردم میریخته تلفات میدیم کتبه آقا ما تصمیم گرفتیم از این شهر کوچ کنیم اصلا احواز رو تعطیلش کنیم آقا فهمدن نخیر از شهر بیرون نیایید این کاری که من میگم انجام بدید این راه کار امام جواد برای جلوگیری از زلزله تو احواز سوم و الاربعا و الخمیس به مردم بگید سه روز روزه بگیرن اونم دقیق چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه وقت روز جمعه قسل کنن و تحر لباس نو و تمیز بپوشن و ابرزوا یوم الجمعه همه از خونه بیان بیرون سه روز گرفته روز سوم و لباس تمیز با قسل بعد فرمودن دعا کنید زلزله ریشه کن میشه علی ابن محزیار میگه ما به این توصیه امام عمل کردیم بعد میگه فسكنت زلازل دیگه زلزله در اون منطقه نیامد بله این توصیه امامه یک کمی ما از این معنویتها فاصله گرفتیم حالا کارا راحتشو مردم انجام میدن مثلا حرز امام جواد خیلی دنبالش میدون حالا من اونم انشاءالله توضیح میدم یکی از راهکارهاییست که امام جواد علیه السلام دادن برای این موضوع نامه دوم خوب دقت کنید این نامه ها پیام داره مخصوصا که تو خونه شون آدم های یا خدا یا خدای نکرده پدر بداخلاقی مرد بد اخلاقی زنی مبتلا میشه یا آقایی به خانم بداخلاق و بد دهانی انشالله که هممون خوشاخلاق خوش اخلاق باشیم رسول خدا فرمود میدونید کی روز قیامت خیلی به من نزدیکه گفتن نه آقا بفرمایید فرمود اقربکم کم منی یوم القیامه احسن کم خلقن که خوش روز قیامت به من نزدیکترن در روایت داریم خوش اخلاقی هم رزق و زیاد میکنه هم عمر طولانی میکنه در روایت داریم خوش اخلاقی نامه اعمال انسانو پر میکنه خوش خلقی سفر و خوب دیگه حالا بعضیا بد اخلاقن چکارشونه؟ بعضیا ذاتی شونه بد دهانن یه خوردم که این مشکلات اقتصادی و گرانی و اینا بالاخره دست به دست هم داده فکر میکنن اگه بد اخلاقی کنن جنسا پایین میاد نه آقا با, جنس با شما جنس پایین نمیاد بعد یه فکر اساسی بشه ان نوشت یه آقازاده‌ای به امام جواد نامه رو دقت کنید یبن رسول الله ان ابی ناصب خبیس و من یه بابایی دارم ناسبیه ناسبی یعنی چی یعنی کسی که به اهل بیت فحش میده خیلی بده ما برادران اهل سنتمون اعتقاد دارن به اهل بیت کتاب نوشتن مشهد زیارت میان ناسبی کسی به اهل بیت ناسزا میگه مثل خوارج خبیس و رعی آدم خبیس و است یعنی نظراتش نظرات غلطی است خیلی ما تو خونه اذیت میکنه آقا من چه کنم با این بابا چه کنم لست و عده جواب امام جواب امام جواد ببینید آقا چهار تا جواب بهش داد یک لست و عده اولک دعا الله اولا من برای دعا میکنم انشاءالله بابا درست بشه بالاخره بگیم اللهم غیر سو حال نابه حسنه حال دعا مؤثره اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین لذا دعا کردن برای خوشخلقی مؤثره دو و مداراتو خیرون لکه من المکاشفه جوان با باباد مدارا کن فوشت میده بهش لبخند بزن ناسزابت میگه باش خوب حرف بزن قدر باش خوش اخلاقی کن تو ار رو بره بالاخره آدم بعد اخلاق یه ظرفیتی داره دیگه مدارا کن باش درگیر نشو این دستور اسلامه ببینید ما داشتیم کسایی که در صدر اسلام خلاف مثلا مهم مثال انجام میدادن پسرش میاد پیش پیغمبر با بابا بکشم حضرت ما نه تو حق نداری این کارو بکن عبدالله ابن ابی منافق بود پسرش میاد پیش پیغمبر یا رسول من پدرمو از بین ببرم فرمود نه باباته تو حق نداری فرمود باش مدارا کن سه ان مع الاسره یسر با هر سختی آسانیه آقا دنیا فراز داره نشیب داره همیشه که یه جور نیست و بدان فان العاقبه للمتقین اینم چهارمیش انسان های با تقوا عاقبت به گفت چشم آقا آقا رفت شروع کرد با این بابا مهربانی کردن خوش اخلاقی کردن خوش برخورد کردن بعد دارد که بعد از مدتی به امام علیه السلام نوشت گفت آقا فقط الله به قلب ابیه خدا قلب بابامو مهربان کرد تمام شد دیگه ناسزا نمیگه با این روش ببینید مدارا خیلی مهمه ما یکی از گرفتاریامون اینه تا ماشین به ماشین میخوره به هم فوش میدیم تا یکی جلوی یکی میبشه به هم ناسزا میگیم تا زود صدامون رو بالا میاریم. نه رسول خدا فرمود روزی که خدا منو مبعوس کرد به من یکی گفت واجبات رو انجام بده یکی هم فرمود مردم مدارا کن امرنی ربی به ادا فراهه به مدارات ناس کما امرنی به ادا الفرائز پیغمبر میخوای تو زندگیت موفق بشی یکی با مردم مدارا کنی که واجبات رو هم بیاد مدارا یعنی رفق یعنی همراهی یعنی منفی رو مثبت جواب دادن یعنی بدی رو با خوبی جواب دادن طرف از رو میره شما دو بار خانم تو خونه بد که جواب ندادی شرمنده میشه خودش یک کسی فوش داد به یکی حضرت علی نشسته بود یعنی به قنبر فوش داد قنبر که خدمتکار حضرت قنبر عصبانی شد اومد جواب بده حضرت جلوشو گرفت فرمود شات شاتمکه موهانا قنبر اگه کسی بهت فوش داد جوابشو ندی سه تا اثر داره یک خورد میشه ببین وقتی شما جوابش رو بده میگه یکی گفتم یکی شنیدم وقتی جواب شنید تا شب اعصابش خورده میگه چه حرفی زدیم میچ به ما نگفت میسوزه دو خدا ازت راضی میشه سه شیطان ازت ناراضی میشه تا وقتی جواب فحش با فحش ندی خورد میشه طرف خدا راضی میشه شیطان هم ناراضی میشه اینم یکی از نامه هایی که در این رابطه عرض میکنم که از امام جواده کاش می‌رسیدم همه نامه براتون بخونم چون نارو شاید نشینده باشید چون امام جواد خدا حفظ کن آیت الله استادی وقت میفر بود یه آقای مشهد ما رو دعوت کرد ده شب برای امام جواد منبر بریم ایشون میفرمود شرط هم کرد شب اول گفت ده شبش راجع امام جواد صحبت می‌کنی ها نه اینکه از امام حسین بگی و از کربلا بگی و نه فقط امام جواد میگفت ما عجب کار سخت شو. ده شب راجع امام جواد صحبت کرد شون میگم من مجبور شدم برم یک دور کتابا روایات و اینا رو ببینم دیدم به صد شبم میشه صحبت کرد فقط باید مطالعه کرد باید مطلب پیدا کرد این نامه سومم خدمتتون عرض کنم شخصی اولادی داشت از دنیا رفت ان خدا به هر کی اولاد میده اولادش سالم باشه بمانه عاقبت به خیر بشه بچه رو دعا کنیم ولی خب آقا زندگی دیگه حوادث مرگ میر شما نگاه کنید توی یه قضیه متروپول چه آدم از بین رفت توی یه قضیه پلاسکو چه آدم از بین رفت توی یه شهر بم با زلزله چند هزار آدم از بین رفت تو یه قطاری که از خط خارج شد چقدر آدم از بین حادثه است شما تو همین متروپول زن و شوهر جوان از بین رفتن خب داغش خیلی سنگینه تو کل کشور ما تو تصادفات سالی چند هزار آدم و جوون از بین میره بالاخره نمیشه که دنیا که بی مرگ و میر نیست بی حوادث نیست آقایی بود جوانش رو از دست داد به هم ریخت خیلی به هم ریخت وجود مقدس امام جواد یه نامه بشنوشت نامه تسلیت کتب رجلن الا ابی جعفر نسانی یشکو الیه مصابه او به ولده این آقا اول یه نامه نوشت به امام جواد گله کرد گفت چرا خدا جوون منو گرفته بابا حوادث تو عالم هست ائمه ما خود امام جواد خود امام عز میخوام امام کاظم داغ جوان دیده خود امام هادی داغ سید محمد رو دیده پسرش خود امام صادق داغ اسماعیل پسرش ائمه ما خود پیغمبر داغ بچه 18 ماهه دیده امام جواد به این آقایی که داغ جوان دیده بود نامه نوشت فرمودن اما علم ان الله عز وجل یختار من مال المؤمن و من ولدهی انفسه لیعجره على ذل نمیدونی خدا گاهی یه چیزو میگیره برای اینکه یه چیزی بده یه چیز رو میگیره یه چیزی بده داغ اولاد سخته مالت گرفته میشه سخته اما یه اجری خدا میخواد بده آقای عزیز مواظب باش جزع نکنی فزع نکنی صبور باشی در داغ اولاد اگر صبور بودی روایت داریم اینا که داغ اولاد جوان میبینن چون خیلی سخته خیلی سخته روز قیامت وقتی وارد صحرای محشر میشن خدا میگه از هر دری از بهشت میخوای برو داخل چون تو داغ جوان دیدی بله روایت چون سختی کشیده بعضی از روایات دارد که مرحوم شهید سانی در کتابش آورده کتاب مسکن الفعاد دارد کسی که داغ جوان میبیند اونقدر خدا نسبت به اون شخصی که صبر میکنه اجر میده که بعضی روز قیامت قبطه میخورن میگن یعنی چقدر مقام داره میگن بابا این صبر بر داغ جوان کرده شوخی نیست انسان رو داغوم میکنه ولی سا ببینید شما تو قرآن خدا یه جا درود بر پیغمبرش فرستاده بلدید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی صلوات بر رسول خدا حضرت محمد یه جا هم صلوات بر کی فرستاده بر صبورا اولای که علیهم صلوات من رب خدا تو قرآن میگه یک گروه هن که بی حساب میرن بهشت اجرشون حساب نداره وقت یه وقت به شما میگه آقا اینقدر به پول میدم یه وقت میگه این کارو بکن هر چقدر میخوای بهت میدم یه جا خدا میگه هر چقدر میخوای بهت میدم کیه؟ صابرا میفرماید انما یوفف الصابرون اجرهم به غیر حساب تو دستگاه خدا همه چیز حساب داره اما صبور رو میگه به غیر حساب یک نامه دیگه بگم و دعاتون کنم یکی از اهالی سجستان سجستان همین استان سیستان و بلوچستان منطقه زابل اینجا از قدیم شیعه داشته بلوچستان اهل سنت الان هم اینطوره زابل الان هم بیشتر شیعه نشینه سجستان بست منطقه است در همین سیستان و زابل امروز که اینجا شیعه داشته فرمانداری داشت این شهر به نام حسین ابن عبدالله یه آقایی میگه من تو ایام حج رفتم خدمت امام جواد اینم اگر آقایون مسئولین که تو جلسه ما هست یا صدای ما رو از این تریبون میشنوه این پخش میشه این برنامه اینو خواهش میکنم گوش بدن بالاخره ممکنه چهار تا از این مسئولین پای گیرنده هاشون باشن حرف ما به گوششون برسیم اینو خوب گوش بدید آقای آمد پیش امام جواد تو مکه گفت آقا حسین ابن عبدالله فرماندار سجستان یه مالیاتی برا من نوشته من نمیتونم بدم من نمیگم ناحقه ندارم بدم الان بعضی از این سابخونه که اجارشون رو زیاد کردن ما نمیگیم ناحقه راست میگن گرانیه یه چاه بخواد خالی کنه یه کولر بخواد تعمیر کنه ولی این طرف نمیتونه بده شما درست میگی دیروز به یه آقایی زنگ زدم یک آقایی که حالا خارجی هم هست مال ایران نیست طلبه خارجی است و چهار پنج تا بچه اوضای بدی داره خونه ایشون زندگی میکنه بهش گفته بود بلند شو اومد پیش من زنگ زدم گفتم ببین این اگه بلند شه باید کنار خیابون بشینه کنار خیابون من میدونم این چیزی که تو داری از این میگیری هیچ صفر اصلا این اجاره یک ماه منزل هم نیست ولی راضی است یک جوانی اونم از خارج اومده قوم تحصیل کنه برگرده اونجا تبلیغ کنه با پنج تا چهار تا بچه کنار خیابون خب چش ما جاها یه سال دیگه تمدید میکنه خدا پدرت رو بیامرزه اگه باید تلفن ما با این مشکل حل شد خدا پدرت رو ببین آقا من قبول دارم اون خونه اجارش پنج میلیونه اما داره از این طلبه 500 تومن میگیره یعنی یک دهم ده آقا گرفتارن امروز با هم به هم رسیدگی کنیم از با هم بار دوش هم برداریم بالاخره این همه دو دو تا چهار تا نیست همه چیز که بالاخره روشن شما ببینید چقدر تو روایات ما تو آیات قرآن تاکید بر انفاق تاکید بر صدقه و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم تو فامیل کمک کنید آدمای اصلا تو فامیل بیمارستانه عمل داره دایی داره عمو داره طرف دیروز زنگ زده میگم بابا دایی شما تالار داره بالاخره تالار داره درآمدش خوبه شما تو بیمارستان مریضت افتاده میگه آقا کمک نمیکنه خب چرا نمیکنن میخوان چیکار کنن اینا که ازشون میاد میاد آبرو بذارن ریشک رو بذارن صحبت کنن بالاخره ما فقر تو جامعه داریم اما غنی هم زیاد داریم ثروتمندم زیاد داریم پولدارم زیاد داریم خیلی ها تو این بگیره به بندا پولشون رفت بالا زمینشون رفت بالا سطلاشون رفت بالا بله این نامه امام جواده، این تأثیر کلام امام جواد علیه السلام است خب اینها نکاتی بود که من عرض کردم نصار روح امام جواد علیه السلام سلوات ایناد.